Cada vez. Io non ho niente, non sta la mia. Fatemi andare. Ma vai, non sto. سر سریال پس از باران بودیم، میگم دستگاه ها تا منو میبینن همه ایرور میدن، فورا اون SSD خراب شد و این CCD پرید و اون آره پس از باران آقای اسفندیار شهیدی مدیر فیلم برداری اون بودن، پلانای همه رو میگرفتن، تا به من میرسید میگفتن دوربین RF میده. دیدم RF چیه؟ RF کیه؟ RF چیه؟ من هم که نمیدونستم. من بلد نبودیم مثلا این چیزا رو اون موقع. هی گفتن الان هم نمیدونم عارف چیه. به خاطر رطوبتی که توی هوای شمال وجود داره بخار میکرد. یه دیون نمیدونم. نمیدونم به من میرسید با بخار میشد. بخاردار میشد. آره. آره. بعد دیگه هی دوربین میرفت رشت تعمیر دوباره برمیگشت. گفتیم باز دوباره میگفتن فرخ اومد دوربین عارف تو. دیگه تا من میومدم جلوی دوربین همه میگفتن سل علی محمد مسئول عارف آمد. خب جلوی آقای نصیریان مثلا میرفتیم تو خیابون کلا میذاشتم سرشون ایشون خجالت نکشه. بعد مائده هم هی به من میگفت مثلا میخواستیم صبح بریم بیرون بگردیم مثلا یه جایی، مائده من گفت اینو نپوش آقای نصیریان، داریم با آقای نصیریان اول. آقای نصیریان همیشه کچلوار ترتمیز و اینا میپوشیدن، خب من مثلا شلوار پاره و جین و درباره هارلی دیویدسون، هارلی دیویدسون و نمیدونم اینا. با ایشون که میرفتم همه چی رو درست انجام میدادم. بعد خب این کلاه رو میذاشتم و اینا، تا اینکه ما همه شهرها رفتیم، منم همیشه خیلی آقا با ایشون راه میرفتم که یه موقع مثلا یه نفر چیز نشه. تا اینکه یه دفعه رفتیم شهر خودمون، شهری که من توش زندگی میکردم، شهری که من زندگی میکردم، برکلی نمیگه ها، برکلی، برکلی بغل سان فرانسیسکو، شهر هیپیاس. یعنی اصلا انقلاب 1960 از توی همون خیابونی که خونه من بود از اونجا شروع شده بود. یه خیابونی بود اسمش بود خیابون تلگراف. اصلا آدما هموسکسوالا همه راه می‌رفتن، همه پر بود. اصلا یه چیز عجیب غریب، یه شهر عجیب غریبی بود. بعد صبح به آقای نصیریان گفتم که آقای نصیریان ببرم شهرمونو، شهر خودم بود دیگه، بهتون نشون بدم. بعد هوا هم یه ذره گرم بود، یه ذره گرم بود و من دیدم آقای نصیریان با باز کچلوار پوشید. منم یه دونه پیرن روی یه دونه این رکابیا، این کلام هم گذاشتم که باز باعث آبروزی آقای نصیریان نشه. رفتیم تو خیابون تلگراف. تو خیابون تلگراف دیگه عجیبترین آدم های کره زمین تو خیابون تلگراف هم. من یه ذره هوا گرم بود، این پیرنم رو در بردم با رکابی بستم دور کمرم. بعد کلا من ورداشتم و این بودم بسپیرم اینجوریش کردم و اینم گشتم تو جیبم و شهر خودم بود دیگه. بعد راه رفتیم، بعد یهو متوجه شدم که آقای نصیریان خداگاه به من داره نگاه میکنه. بعد گفتش که آمدیم شهر خودت، مثل این که رود باز شده ها. گفت گفتم آقای نصیریان شما الان دور رو نگاه بکنین ببینین کی از همه عجیب تره. آقای نصیریان یه نگاه کرد کتش رو در آورد. آخه دیدم تنها کسی کچلوار بود که این یارو دیگه کیه. آره همه به ایشون نگاه میکردم. من دیدم خب بعد دیگه جواد اولا که همه الان که اینجا نشسته ممکنه که یعنی میشد که یا احتمالش خیلی زیاده که میبایست بیمارستان میبود. یعنی همیشه هزار تا بیماری داره ولی وقتی میاد رو صحنه دیده نمیشه. ببین مثلا الان ممکنه که پاش اینقدر ورم کرده باشه، صبح یه سکته ناقص رو رد کرده باشه، سردرد داشت. یه الان ماشین شک نکن که یه داروخانه دوا بشه.
اینو واقعا دارم تو رو خدا واقعا یعنی الان از اینجا بره بیرون دعوا نگرانم کرد واقعی میگه اینا رو آره از اینجا بذاره بیرون کجه نمیدونم داره قرص میخوره داره میفته دو نفر زیر بغلش راست میگه من یه چمدون بزرگ قدی دارم از اینا که اینجوری پله‌ای باز میشه داروه اصلا با کیسه میاد معمولا یه کیسه دوا با کیسه میاد یه سکانس ما داشتیم یه سکانس تو باید اینو بلنش یه اجراش کردی یادم نمیاد چرا؟ من و شهاب یه سکانسی بود باید میدویدیم و خیلی وحشت زده بود برای یک سریالیه خیلی آره سرزمین کنن وحشت زده بعد میدویدیم و یک آدمی والا پشترمون باید با اسلحه میومد به ما ایست میداد ما داشتیم بازی میکنیم دیدیم یه لحظه پشترم نگاه کنیم دیدیم یه نفر اینجوریه ایست خودش هم خودش رو اسلو موشن کرده بود ایست بعد قرار بود رسید اینجا یه مکس کنه بعد چلی کنه اینجوری کن من رو شما باستادیم و به خدا یه نگاهی به هم انداختیم و یادته بعد حالا چی کار کرد؟ در نمی اومد هی بهش میگفتن که در نمی اومد بهش میگفتن آقا تو میدویی بیا این مکس رو بکن بعد یه تفرکی هی شل میگفت آره هی یه چی توی مایا بعد جواد یهو گفت صبر کنیم من الان مشکل حل میکنم من اصلا من جواد گفت عزیزم ببین اینجوری نیست تو میای با این اسلحه میای وای میسی یه چرخ میزنی آفرین ببین من همونجا پاشیدم دیگه خیلی یه دفعه اون خاطره رو من یه بار تعریف کردم یه گفتم یه بار اینو حالا خودش هم هست خودش بد بگه اینجا؟ بله همینجا بله چیو تعریف کردی؟ بیا وای خیلی با نمک بود میدونی تو سروش؟ بله ببین اینجوری بود این نداره اینجا میتونیم بگیریم چون میخوام دیوار باشه ما اینجا بودیم دوربین این لبه رو میگرفت ما باید وارد میشدیم دستیار اینجا بود تو کادر نبود یه ذره عقب اینجا حالا مثلا تو کادر نبود یعنی اینجا دیگه همینجا دستیاره میخواد به ما علامت بده که دوربین راه افتاد ما بیایم ما از اینجا داریم دوربین اینجا اینم اینجا بیا من رفت بگدم من الان دستیاره بشم بیا بودم آروم باش یه فیلم دیگه داری بازی میکنیم بیا 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 راه رفتن شاهکار هادی کار طبیعتاً آدم که راه میره مثلا این دست با این پا هماهنگه هر دو یک سرعت و یک زمان دارن هادی مثلا پاهاش تند بود دستاش کند یا برعکس بود پاهاش کند بود دستاش تند بود چیز عجیبی بود خوب العاده بعد اون قیافه ثابته اینجوری من ره گذرم خیلی لوس بود بابا چی بود آخه چرا با هم دقب میذاشتیم ولی خیلی بابا به من میگویم مهران حالا من لقب های اونا رو بگم که دیگه اینجا پاره میشین از خنده ما تو فرهنگ لغت ده خدا اصلا جزء امثال الحکم ده خداست ما اصلا داریم مثلا معنی داره برزو معنیش آقا من نگفتم عمرن اگه پس کنی آقا ورق بزنی آقا ورق طالبون پنبه رو میگن این حالا
اون سی چی بگم؟ شهاب از اونایی بوده که هیچ چی بهش نمیچسبیده. نه؟ آره اصلا شهاب چی می‌خواستن بهش بگن؟ سید میگفتن. الان سید. اصلا سید شهاب که اون که تاج سرمونه. آره. نه اصلا شهاب از اون بچه خوش تیپی بوده که درس خونم بوده که کتاب زیاد چی به این میگفتن آخه چی باید به این بگی چی اوائل دانشجو بودم باشم یه فیلم مستندی بسازم یه فیلم برداری از دانشکده برداشتیم رفتیم و اینا بچه مشهد اون طرف ها بود و رفتیم تو آب حالا شب تاریک آب تا اینجامون یو انگار که یه چیزی کشف کرده باشه گفت احسان گفتم بله گفت این دریا آزاده به همه جا راه داره دیگه گفتم آره دیگه به همه اقیانوسا و اینا گفت یعنی ممکنه یه مولکول آنجلینا جولی هم تو آب الان باشه این دفعه تا که انشالله ادامه پیدا خواهد کرد؟ تا 2 دقیقه دیگه شما 20 میلیون داشتین چی میگرفتین باش؟ من؟ الان بدون 20 میلیون پک پک چی؟ پک آرشی بهداشتی هست احمد مهرانفر بود تو پای پک چیز گیره دستمال کاغذی و مثلا میشه کلی حداقل 20 تا تبلت خرید برای دانش آموزایی که ندارن چی؟ ببینم چی؟ 20 تا چی؟ نمیشه با 1 میلیون تبلت گرفت الان؟ 1 میلیون الان بوس نمیده چیز ببخشید بسید من خودم با آقای دایی 3-4 تا پاس گل دادم الان بهش میگم از اون گلایی که زدی 3-4 تاشو من دادم میگه خفه شو اصلا من یادم نیست الان در به در دنبال فیلماش هم ببرم دم خونش آره تیم پرسپولیس با اون عملو بازی کردیم آره بعد من فرداش یه مصاحبه خوندم از سام بعد گفته بود که من مأمور مهار جمشیدی بودم من اصلا ندیدم به خدا شماره چه پیدا کردم اونتا باید باشه من جمشیدم بودیم ببین چقدر نامحسوس مهارت کردم این خودش خیلی سخته خیلی خوب مهار کرده بود کسا نفهمیدی مهار شدیم مهارم کرده و هیچکی نبود کرده من اینو شنیدم یکی اومد گفت اینا همشون دارن میمیرن اینا سیگار میگارن مثل که میکشن جون ندارن بدو هم فلان اینا یه ملاحظه ای بکنیم اینا آقای پروین گفت داغونشون کنیم 18 تا بهمون زدیم 10 تا نه تا پیش خودش گفته بزاییم باعث شه دیگه سیگار نکشن جمع میشیم به شوخی میگم مثلا داداش هم از بچه هاش هستن یه خواهرم هست میگم ببین تو دنیا اومدی بابا ماما گفتن این اون نیست ما میخواییم تو دنیا من که دنیا اومدم گفت متوقف دیگه همونیه که میخوامش مثلا بین آقای شاهرودی و میناوند ولی میناوند از فکر کنم دعا و اینا استفاده میکرد دو دوره من اولش گفتم که خیلی بدشانس بود آرزا دقیقا داشتیم میرفتیم جام ملت‌های 96 روز قبلی که بخوایم بریم آقای مایلوکان تمرین گذاشت که انتخاب کنه مثلا 24 نفر آقا رضا و نعیم سعدویک نیم ساعت دیر اومدن به همین دلیل خط زد رضا اون موقع فیکس بود میناوند شد فیکس این دعای اول نمیدونم چی خود رفتیم فرانسه جام جهانی روز قبل بازی ایران یوگسلاوی بازی اول جام جهانی بازم آقا رضا فیکس بود توی تمرین پرید با حمید استیلی رو هوا اومد پایین مچش پیچید بازم میناوند فیکس شد این اگه دعا نبوده چی بوده آقای حسینی با البته ببخشید با احترام آقای میناوند دوست بسیار خوب منه آقای مردان ولی خب این جهت مزاح بود بیشتر جواد خیلی لوسه جواد عزتی به خدا راست میگه جواد ای میشستیم آقا من نوشابه میخوردم میگفت این نوشابه اصلا سم این نمیدونم صفرا و بلغمی رو میریزه آقا گفتم بله 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 احترام میذاشتم و ای گفت
ترشی داری آقا تو صحنه داری سیگار میکن بله ببخشید اینا ماست و با پلو میخوری آره هر کار بعد مثلا سردی رو با اینا پونه رو با مثلا فلان چیز دم کن بعد منم هی احترام میده بله بله بعد خودش یه شیلنگ تو کلیهش بود شیلنگ بیرون بود بعد کبدش تزریق میکردن نمیدونم قلبش میبردیم جدی؟ آره یه مشکلی پیدا کرد دیگه یه روز آقا نشسته جواد کلیه حالی داره اقراق میکنه نه بلیه شنگ داشت آقا شنگ داشت به خدا آره خودش تایید میکنه موقت گذاشته بودم براش بردنش مورفین اونا بیستدن به خاطر سنگ کلیه اینا بس صبح میدونی نصیحت میکرد سر غذا بعد دیگه من بعد 8 روز خسته شدم گفتم آقای عزتی تو اصلا صلاحیت این که راجب سلامتی حرف بزنی رو نداری ببین دیگه هر چیزی یه زمانی داره دیگه آه. به نظر من دیگه الان وقتشه تو سنیه که باید ازدواج کنه سری بچه دار بشه من دیگه رفاقت خانوادگی دیگه اونجوری معاشرتمون هم بیشتر میشه آره. دیگه همه مهمونی ها من هم حضور دارم یه جایی دارن من نصیحت بکنم من هم سرم پایینه اینا دارن نماد من صحبت حالا اگه اجازه بدین من این پسرم رو بدون مادی قبول ما خب 12 تا بچه ایم دیگه آقا بعد من این این دست رو باید به افتخار پدر و مادرش منطقه ماه ما خیلی پر جمعیتیم بعد من بچه 12 هم یعنی آخ و گفتم یعنی واقعا تیم فوتبال بزنه رو نیمکت بابامه مامانمه منم چون 11 تا قبل از من تو زمین هستن ما رو صدا میکرد بعضا مثلا جوگیر میشد مثلا گفت مثلا سام درخشانی آقای سام درخشانی آقای پژمان بازقی آقای کامبیز دیرباغ آقای پژمان جمشیدی و با صدای رضا یزدانی و تمازه اینجاست اینقدر با هم دیگه رفیقیم که اینا ماه عسل منم بودن ماه عسل ما 14 نفر بودیم بکنم برای تشویق اومده بود بیچاره چجوری دو تا بچه داریم ما تشویق کردیم از طرف خانواده داماد معمول بودن خیلی دوری تو خیلی دوری خیلی دور تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی دوری خیلی دور آسون کاری گرفتن بسه برای مهراب آسون ترین کار دنیاست کامل میدونیم که چی باید بگیم کامل همه چیزی که دوست داره از دو تا مغازه کلا میش پیدا کرد چی هست؟ عروسک دوست داره و چیز یه تیشرت هایی که روش طرقه احمقانه داره معاف شدم از سربازی به خاطر قد بلند بابا چی؟ آقا شما خیلی بلندید آره میبینی چرا؟ چون اگه رژه میرفتید نفر جلوی بنده خدای اردنگی میخورد بابا اردنگی چه همین زیر پل سید خندان هستش که میری به سمت جلفا من تو خودم بودم هی داره ارتفاع پیاده رو با پل یکی میشه هیچ وقت این لحظه رو فراموش نمی کنم اون نامردی که این لحظه رو دید و جای این که بیا جلوی من و با من حرف بزنه خندید من سرم خورد به این زیر پل آهنه گفتم بوی خون پیچید یه لحظه تهران 360 یه لحظه یه آدم رو دیدم گفتم الان میگه چی شد عزیزم گفت ها ها من اخیراً چون بعضی موقع پیاده روی میکنم یه بار اشتباهی کردیم یک شب پیاده روی کردیم فکر کردیم مردمی بودم به اینه که در خیابانا رو داشتن خفتم میگردن یعنی فهمیدم که نه اینجوری نیست حتی اگه بازیگرم نباشی هیچ آدم عاقلی چاره ولی از صد یک شب پیاده نمیره راجب سینما صحبت کنه احمق یهو خفت میشی
و یکی از اونایی که داشت خف میکرد دوستش اومد گفت سلطان چطوری؟ فهمیدم که این مثلا متری شیشونیم و اینا رو از من دیده و خف نشدم ولی احساسش کردم. میدونی چرا میری یک شب پیاده روی؟ تو آدم باحالی هستی. نه تو آدم احمقی هستی. عجب مزاق من در ناکر رپ مسئله شه. ما کی رپ مسئله مون بود؟ نه رپ چیه؟ رپ به بابا رپ چیه؟ دست به دل من نزد. شما رپی نه پسرم رپ کرده آبروی ما رو یه بار هست تو ارائه میکنی یه چیزی رو اما یه بار از ما و من حذر کن در خویشتن نظر کن مانند جویباری در قلب کوهساری باید رسیده باشی من را ندیده باشی از خود مکن کنار از خود مکن کناره وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه باید که راه باشی هر سو پناه باشی باید که مرد گردی پیوسته درد گردی العاقل و اشار العاقل و اشار وقتی که میتوانی ناگفته را بخوانی خورشید را ببینی در خویشتن بمیری تا عرش پر بگیری حالا این مثلا تا عرش پر بگیری دیگر چرا نظاره دیگر چرا نظاره دیگر چرا نظاره